اسرائیل درباره بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران هشدار داد. یک مقام اسرائیلی جمعه 19 فوریه 2021 ضمن اشاره به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و حمایت رژیم تهران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به عنوان عیب‌های توافق با ایران درباره بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران هشدار داد. دانی دانون سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل جمعه در گفتگو با مجله آمریکایی نیوزویک و اشاره به تلاش واشنگتن برای مذاکره با ایران اظهار داشت آنها می‌دانند انتظار ما چیست. او در ادامه گفت که اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های احتمالی برای واکنش به این رویکرد آمریکاست. دانون افسود آمریکایی‌ها می‌دانند عیب‌های توافق هسته‌ای چیست. در گذشته به طور علنی آن موارد را متذکر شدیم. همچنین بارها آنها را به شورای امنیت ارائه دادیم. این مقام اسرائیلی که تنها یک ماه پس از انعقاد توافق هسته‌ای 2015 به سمت سفیر اسرائیل در سازمان ملل منصوب شده بود گفت توافق هسته‌ای با ایران عیب‌های آشکاری دارد که از جمله آن برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، غنی‌سازی نامحدود اورانیوم و ادامه حمایت‌های تهران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه است. او گفت آنها آمریکایی‌ها از این مسائل آگاهند. لذا پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا این مسائل را کنار خواهند گذاشت یا آنها را به عنوان پیش‌شرط قرار خواهند داد. این مسئول اسرائیلی گفت که در ارتباط با پرونده هسته‌ای اوضاع نسبت به 5 سال پیش بسیار وخیم‌تر شده است و چنانچه ایالات متحده گزینه اول مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران را در پیش گیرد، گزینه‌های اسرائیل در قبال ایران بسیار دشوار خواهد شد. این مقام اسرائیلی هشدار داد که بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران بدون انجام اصلاحاتی در این زمینه اسرائیل را بران خواهد داشت تا درباره رقابت هسته‌ای ایران تجدید نظر کند. شأن ذکر است که ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل اواخر ماه گذشته اعلام کرد که او به ارتش کشورش دستور داده تا در واکنش به احتمال بازگشت دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به توافق برجام با ایران طرح‌های عملیاتی را در سال 2021 تدارک ببیند. برای دانستن تازه‌ترین ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر شید.